خب حالا من میام اصلاح رنگ اولیه‌مو انجام دادم و کارم کالر کورکت شده. حالا میخوام کالر گریدینگ انجام بدم. این فیلتر رو دوباره من روش درگ میکنم. دفعه دوم دیگه شما کامنت 6 رو بزنید خودش اضافه نمیکنه. فقط کامنت 6 برای دفعه اول کار میکنه. حالا اینجا شما میتونید بیاید کارهای مختلفی انجام بدید به صورت تیکی. یعنی مثلا من اینجا ممکنه بگم حالا میخوام آسمون رو من آبی تر بکنم. یا به طور مثال ممکنه من بگم که این آبی دریاچه میخوام رنگش بیشتر بشه. هر فیلتری تقریبا توی فانال کات که این آیکون کوچولو رو اینجا داشته باشه شما میتونید ماسک بهش اضافه کنید. یعنی چی؟ من اینجا الان میزنم add shape mask اولین عنوان. برای من یه shape mask اینجا اضافه میکنه. حالا شما این shape maskتون یه فضای داخلی داره، یه فضای خارجی داره که بیرونشه و یه فدر که میزان نرمی از اینجا تا اینجاست. شما اگر بخواید میتونید این شیپ ماسک رو جابجا بکنید، بچرخونیدش و حالا مثلا شکلش هم مربعی تر یا دایره ای تر بکنید. این دوتا شکلی که خب بیشتر از هر چیزی به درد ما میخوره توی اصلاح رنگ. برای اینکه کارش هم ببینیم، ما اینجا من میام مثلا فرض کنید توی اکسپوژر توی اینسایدش، یعنی داخل این، بذار من این فدرش هم کمتر کنم که بیشتر مشخص بشه. من میگم حالا داخل این تصویر رو تیره تر بکن. نه کاملا مشخصه چی کار میکنه. یا ممکنه بگم حالا نه، خارج این آوتسایدش تصویر رو تیره تر بکن. تمام تاکید حالا میاد روی این محوطه و میزان فدرش هم که باز به همین شکل. شما برای اینکه نرم این اتفاق بیفته و خیلی تیز نشه و خیلی شارپ نباشه و خیلی مشخص نشه این اتفاق، مثلا من اگه الان بیام اینجا، حتی یه چیزی که اینقدر اغراق شده، این الان خیلی تاب داره، ولی حتی همین اغراق به این حد و من اگر بیام این شیپ ماسک رو انتخاب بکنم، و این فدر رو زیاد بکنم، شما میبینید که حتی یه کاری با این میزان از اغراق بازم خیلی وحشتناک نیست به شکل قبل، بخاطر اینکه فدر و نرم کردن لبه ها باعث میشه چشم خیلی راحت گول بخوره. خب حالا که راجع به این ماسک و این شیپ و اینا صحبت کردیم، ببینیم چه استفاده میتونیم ازش بکنیم. من اول میام این دکمه ریست رو میزنم که کلا همه چیز برمیگردونه به حالت اول. اینو بزرگتر میکنم، اینو بزرگتر میکنم. حالا این شکل رو من میخوام بذارم اینجا و از طریق این آسمون رو آبی تر بکنم. مثلا یه همچین شکلی میخوام بیام بگم اینجا آسمون از آبی خیلی لاجوردی شروع بشه بیاد تا مثلا رنگی که اینجا هست. خب چی کار میشه انجام داد؟ من میتونم الان بیام اینجا بگم داخل این شیپ ماسک من به طور مثال شما بیا رنگ آبی اضافه کن و حالا مثلا رنگش آبی سایان یه همچین رنگی باشه و سچوریشنش هم یه خورده من بیشتر میکنم. چیزی و برای اینکه یه ذره کنتراستش بیشتر بشه رنگ اینجا یه ذره میارم پایین تر. تقریبا الان به آسمون شبیه شد، به رنگ آسمون. ابرامونم تا حدودی اینجا دیده میشن. یه کمی کنتراست ابرامونم بیشتر میکنم، خورده بیشتر. و حالا شما ممکنه بگین اوکی رنگ آسمون درست، ولی خود تصویر نابود شد، اصلا این صخره ها حالا دیگه هیچ ربطی به صخره ندارن. برای اینکه این مشکل حل بشه شما میتونید بیاید از یه ماسک دیگه استفاده بکنید اینجا که کالر ماسک. کالر ماسک میاد همونطور که این شیپ ماسک برای شما یه محوطه رو تعیین میکنه، کالر ماسک برای شما یه رنگ رو سلکت میکنه. من اینجا الان کالر ماسک رو میزنم و میگم که حالا بذار من اصلا آف بکنم این فیلتر رو.
شیپ ماسک رو من آف میکنه، یا بذارین اصلا آن باشه، زیاد تفاوتی نمیکنه. من این رنگ رو حالا انتخاب میکنم و رنگ فقط آسمون رو میخوام اینجا الان انتخاب کنم. یه همچین چیزی. و حالا شما دقیقا همونطور که میبینید فقط این الان روی اون تیکه تاثیر میذاره، یعنی ترکیبی از من ماسک رو میتونم الان بزنم، شما اینجا ویو ماسک رو اگه بزنی به شما نشون میده که دقیقا رو کدوم تیکه ها داره کار میکنه. الان میگه که از این ماسک جایی که هست استفاده کن و اون رو جایی که مشترکه با این فیلتر ما، با ماسک رنگ ما، با کالر ماسک ما، از اینترسکشن این دوتا، یعنی از جایی که این دوتا همدیگر رو قطع میکنن و محل تلاقی این دوتا استفاده کن. خدا چجوری به فارسی نمیتونم توضیح بدم. این اگه شما اد رو بزنید میگه اینو اضافه کن به ماسک شیپ من، اگه بگین سابترکت رو بزنید اینو کم میکنه از ماسک شیپ شما، اگر بگید اینترسکت محل تلاقی این دوتا، یعنی نقطه مشترک این دوتا رو در نظر میگیره، چیز مشترکشون. بالاخره تونستم بگم این حالا سافتنسش هم شما میتونید اینجا زیادتر بکنید. و حالا اگه من بیام توی این ویو ماسک رو آف بکنم که دقیقا نشون میده این کجاها داره تاثیر میذاره، این دقیقا یه همچین کاری انجام میده و یه همچین چیزی میشه. طبیعتا الان این لبه کوه ما خیلی تند و تیزه، خیلی شارپه، خیلی کاملا مشخصه که این کار دستی انجام شده و به خاطر همین شما میتونید بیایید حالا توی این ماسکتون اینجا سچوریشن رو یه ذره کم بکنید، توی کالرتون یه خورده اینو اقراقش رو کمتر بکنید که یه نموره این اتفاق راحت تر یفته و دیگه اونجوری تابلو نباشه. خب این یکی از کارهایی که میشه با این ماسک انجام داد. توی قسمت بعدی و توی قسمت بعد باز چیزهای بیشتری در موردش با هم میبینیم.